جنگ خوبی و بدی از زمان هابیل و قابیل شروع شد و تا ابد هم ادامه خواهد داشت. اما حالا پیشونی سفید و قلعه افریت. به نام حق که زندگی به ما داد. ای بچه ها، به من میگن پیروستار. قصه ما قصه آرزوهاست. دنیا پر از خوبی ها و بدی هاست. افریته عزیزم، از همین حالا مأموریت تو شروع شد. باید تمام آهوهای این سرزمین رو برای من اربابت اختاپوس شکار کنی. چشم. اگه نتونی مأموریت تو خوب انجام بدی، دیگه هیچ وقت جوانی تو نمیبینی. همینطوری پیر میمونی تا بمیری، عزیز دلم. قصه ما فقط مال شما نیست، اگرچه از زندگیتون جدا نیست. درسته شکل قصه بچگونه است، اما فقط برای بچه ها نیست. قصه ما پر از بیم و امیده. هر کسی یه گوشه ازش شنیده. تو قصه‌مون آهو زیاده، اما فقط اونه که پیشونی سفید. حالا دیدی دختر خوبیم؟ آخه چی کار میکنی دختر؟ این دست با چلفتی؟ بابا سالار، یکی پشت پنجره بود. Ah!
نگفتم داری باز در میاری؟ خیالاتی شدی دختر. برو اون افتضایی که به براوری جمعش کن. من باید ایزما رو ببرم. بیا اینا ما بخور. دیدی بازی در میاری؟ تو هستم آهوی پیشونی سفیدی. پس چرا منو میترسونی؟ شرمندم. خدایا منو ببخش. این منو ببخش. اگه تو منو نبخشی خودم پشیمون میشه. منو نمیبخشه، منو میفرسته جهنم. حالا گیرم که بخشیدم، چی کار داری؟ من داشتم از اینجا رد میشدم که چقدر قیافتون آشناست. ولی من اصلا تو رو به جا نمیارم. نه، دلم برای شهر آرزوها تنگ شده. شهر آرزوها دیگه کجا؟ شهر من. بخور. اگه سمی باشه چی؟ حتما اذیتش کردی که بد اخلاقی میکنی. بابا تو میگم. نه اون همینطوریه. بعد وقتا علکی سرم داد میکشه. خب باباته حقش، زحمتتو کشیده. آخه شما که نمیدونید آقا اسمتون چی بود؟ اسم کاملا مختنگوش بلبل ولول جادوز عجوز مجوزه. بله؟ تو به من بگو عمو عجوزه. عمو عجوزه من خیلی بدبختم. چرا؟
میشم همه جا رو جارو میکنم، یه تخم مرغ خوشمزه واسه بابا لیم رو میکنم، با دستای بیرمقم هیزم رو دسته میکنم، چند تا تناب میارم و همشون رو بسته میکنم. الهی قربونت برم خسته میشی دخترکم، آهوی بیشونی سفید دل برکم شاورکم. بعدش میرم پای اجاق نهارم و حاضر میکنم، چند تایی میوه میچینم، کیکم و توفر میکنم، سالاد و کلم و ترشی و شور همه رو تو سفره میچینم، از صبح تا شب کار میکنم یه لحظه هم نمیشینم. الهی قربونت برم خسته میشی دخترکم، آهوی بیشونی سفید دل برکم شاپرکم. تازه بابا شب میشینه من پاهاشو ماساژ میدم، بابام بازم اخ میکنه یه دفعه سرم داد میکشه، به هر بهونه ای سرم بی خودی فریاد میکشه. خسته نخور عمو جون، چشماتو وا کن و ببین، ببین عجوزه اومده، عجوزه با عروسک و یه دونه کوزه اومده. کجا؟ گشنمه. مأموریت ما معطل کردن سالار، نخوردن نون و سبزیش. میدونی آهو چقدر شیر دوست داره؟ اینم دسترنج امروزم. شکرت. پیست آماده است؟ آهو دیگه. آره، بندازیمش تو گونی ببریمش؟ نه ابله، گفت خودم میگیرمش، اگه نتونستم و وقت میگم شما وارد چید اقدام کنید. اه؟ پس هنوز نوبت ما نشده. چه عجب، بالاخره اینو فهمیدی؟ نه فهمیدم، موضوع مرغ و خروس دیگه. ابله، موضوع مرغ و خروس نیست، این دفعه تلاست. اگه نتونین کاری بکنین اون وقت چی؟ ابله، کاری از من تو نتونیم انجام بدیم؟ حالا اگه پای پلیس در میون باشه اون وقت چی؟ پلیس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اتفاقا پلیس خیلی غلطا میتونه بکنه. ما مخلص جناب خرس پلیس هم هستیم. روبی تا دیروز هستی بد و بیراد دوستاشی به پلیس میدادی. چی شده که الان مخلص پلیس شدی؟ حالتون چطوره؟ بازم خلاف؟ خلاف نه بابا، ما میخوایم اگه آهو رو اگه آهو بشی بری تو صحرا، اگه پرواز کنی تو آسمون ها، نمیذارم بگیره. شما هر دوتون اند خلافکارای این جنگلی. ما؟ بله، مواظب خودتون باشید. فقط دنبال یه مدرکم. مدرک؟ نه این کیسه رو آوردیم اگه آهو رو تونستیم پیدا. اگه آهو بشی بری تو صحرا، اگه پرواز کنی تو کهکشون ها. بس. موضوع آهو چیه؟ آهو قربان، قضیه آهو اینه که ما گفتیم آشغال مرغاشو بریزه جلومون که ما از گشنگی تلف نشیم. نه بابا، نقشمون این نبود که. نقشه؟ آره، نقشمون این بود که آهو رو بگیریم بندازیم. میتونی اون دهنتو ببندی؟ نمیدونم چرا تو گرگ شدی، تو با خر میشدی. تو مادرتو دیدی گرگ بوده واقعا؟ سر زاره. خدا بیامرزتش. دنبال یه بهونه‌ام که جفتتونو بندازم باغ. مواظب خودتون باشید. Thank you.
وای ظهر شد، نهارم حاضر نیست. صبر کن آهو، من همیشه دلم میخواست یه دختر خوشگلی مثل تو داشته باشم. حیف. صبر کن آهو، کاش تو هم با من میومد. کجا؟ شهر آرزوها، فقط سه روز. خنگبازی در نیارید، بندازینش توی کیسه و بیارینش. قربان زنده میخواینش یا بکشیم بندازیم توی کیسه براتون بیاریمش؟ من صحبت میکنم. قربان ببخشید، دستمزد ما رو کی پرداخت میکنید؟ وقتی که آوردینش دستمزدتونم میذارم کف دستتون. یه حموم هم برید. حالتون چطوره؟ ماموریت ما چی بود؟ خوردن مرغا؟ مگه قرار نبود زهر ماری مرغ و خروسا رو دیگه نخوری؟ چرا؟ اسمت چیه؟ زورو. خودتو با ذکر اسم کوچیک نام ببر. آها، گرگی هستم، یک گیاهخوار. سه سال و دو ماه و هفت روزه که گیاهخواری میکنم. آفرین. میریم الان در میزنیم، چی میشه؟ میگه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. میریم در میزنیم، در رو که با کرد میپریم تو، شنلتو بکش رو سرش. بشکن. من نمیشکنم. بشکن. پس چی بشکنم؟ میگم در رو بشکن. اینجا بشکن. حالتون چطوره؟ گفتید ندیدیمش. نه جناب خرس پلیس، ندیدیمش. چرا بابا، دیدیمش که. ما کی دیدیمش، چرا دروغ میگی؟ پس آهو رو دیدیم؟ آهو رو نه، نه آهو رو ندیدیم. آفرین، دیدین، عرض کردم قربان، ندیدیمش. پس کیو دیدیم؟ ما عجوزه رو دیدیم دیگه. ما کی عجوزه رو دیدیم؟ چرا دروغ میگی؟ همینجا بود تو گرگی؟ عجوزه؟ ابله ها کار خودمه. خوشمزه است، ولی حیف که کمه. کم نیست، اندازه است. به این غذا میگن ترشه تره. آهو، باز این دختره هیزمه رو نبسته. بابا سالارو من چی کار کنیم؟ خب بیاد. بیاد؟ اگه ببینه تو اینجای منو میکشه، تیکه تیکم میکنه. ترشه تر است که خیلی دوست داری. سلام، بفرمایی. اگه باز خودت نکشیدی؟ نه. پس این ظرف نیم خورده مالی کی؟ خیالتی شدی بابا. حرف خودمو به خودم برنگرد اون بچه. توی راه که میامدم گرگ و روبا کوزه رو شکستن، شیر رو ریختن، اون رو سبزی رو بردن. حالا من برای شام چیکار کنم؟ میخواستم کوکو سبزی درست کنم. دوباره برمیگردم هیزم ببرم اون رو سبزی بیارم.
تو که نمیترسی نه؟ نه، از چی بترسم؟ فقط باید زودتر بری چون شب میشه. خیلی خسته نباشی سالار. مونده نباشی. به گوشم رسیده یه موجود مرموز این طرفا پیدا شده. تو ندیدیش؟ نه. البته. نه نه ما ندیدیمش. اما جون من دیگه باید برم. کجا؟ میخوام برم به صحرا، به کوه و دشت و دریا، خلاصه اون بره آب، به شهر آرزوها، جایی که غم نباشه، ظلم و ستم نباشه، یه شهر شاد و زنده، هیچ چیزی کم نباشه. خیلی قشنگه اونجا، شهر فرنگ اونجا، تنبل نداره اصلا بچه زرنگ اونجا. اونجا باید کار کنم، هیچ در فلم بار کنم، رخت بچورم پهن کنم، رو سرم آوار کنم. حالا میای میبینی چه جای نازنینی، نه کاری و نه باری، بیکار فقط میشینی، برات غذا میارن، گل به سرت میکارن، از صبح تا شب بخوابی باهات کاری ندارن. من نمیام عجوزه، یه سفر سه روزه، بابام حسابی تنهاست، دلم واسش میسوزه. اونجا قصه نداری، نه گریه و نزاری، سه روزه بر میگردی، بعد باباتو میاری. یعنی عجوزه میشه اونم واسه همیشه، بابام باشه کنارم؟ آهو چرا نمیشه؟ نمیتونم بیام اما عجوزه، میدونی چرا؟ خب میدونم بابام بد اخلاقه، ولی خب منم دلم نمیاد تنهاش بذارم. با خودت حرف میزنی تنبل بیارزه؟ چقدر صداد کنم؟ ببخشید بابا نشیدم. برای این که کری؟ حالا برای یه روزگارت بیارم که اینقدر راجی نکنی؟ میکشمت. من تصمیم خودم گرفتم، میخوام بیام شهر آرزوها، اما گفتیم فقط سه روز. فقط سه روز؟ بپر بالا. شاده شادم دلم رو به قول عجوزه دادم، چشم حسود کور بشه شاده شادم دلم رو به قول عجوزه دادم. خوشحال و شادمانه با عجوزه میرم سفر، یه سفر سه روزه. بالاخره این آهوی یه دنده اومد بریم به شهر شاد و خنده، این آهوی زرنگ و خوشقواره، توی دلش هزار تا قصه داره.
میبرمش مثل اسیر و برده، میبرمش جایی که بر نگرده. صبر کن سالار، داره شب میشه، بذار فردا صبح با هم بریم. نمیتونم بمونم، باید برم. البته در حوزه استفاضه من نیست. باید بدونم کدوم گوری رفته. میکشمت. حالا دست بخت همو عجیزه رو بخور ببین تو آشپز بهتری هستی یا من. این مرغه رو از کجا بردی همو؟ از همین دهه پایین دزدم و خریدم. کی برمیگردیم همو؟ امو ما که هنوز نرسیدیم. دلم واسه بابا سالار تنگ شده، الان داره دنبالم میگرده. مگه گیرت نیارم؟ اینم شهر آرزوها. مختنگ میشم ولی بلبل جادو پنجز برده باش. یالا 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 عمه افریته، من دستام درد میکنه. بباف عزیزم بباف. حتما میدونید اولین کسی که فرششو تموم کنه آزاد میشه، با آخرین میفته تو استوانه. پس زود باشین عزیزان من، زود باشین. حالا دیگه از فرمان عمه جان افریته سرپیچی میکنی؟ غلط کردم عمه افریته، غلط کردم. تو درست بشو نیستی، من باید شیوهمو عوض کنم. ای وای، باز که افتادی تو زحمت خاله سوسکه. وظیفه‌م آقا میشه، تازه براتون ترشی هم گذاشتم. بسته درد نکنه همسر مهربون. امروز که می اومدی یه جور دیگه ای بودی؟ پیر استاد گفت که اسیرش کردن. آقا میشه تو رو خدا با افریت درگیر نشو، من با همه ندارید میسازم. نگران نباش خانم من، نگران نباش. آهای دارن میارنش، حواستون رو جمع کنید. اینجا همون شهر قشنگه، اینجا همش خوش آب و رنگه، میگن که شهر آرزوها، اون بره آب شهر فرنگه. توی شهر آرزو هرچی بخوای تودی میشه نصیبت، خرجی مرجی نداریم، بولو مولو نگهدار تو جیبت. همه شاد و خوشحالن اینجا، میگن و میخندن بچه مچه ها، نبوده تا حالا توی شهر ما حتی یه دونه گدا. بجون شما یه دونه گدا. آی به نگر راه خدا بیا بابا بیما. آی این بر بازار خرازیه، اون برشم بزرازیه، برشگاه تاوانیه، لباس از سماور و اوتو ببن، یه خانم لبو ببن، مغازه میوهی مجانی یک هلو ببن. هر کسی اینجا تون دو تون فکر تلاشه، به جز خانم لاک پشته که یه کمی یواشه. آه برکنار، توی شهر ما همه خوش گذرون، مهمونی و پارتی میرن خونه اینو.
عاشق خرای شاسی بلندن. اینجا اصلا دوزی معنا نداره، هرچی دوزی کنه خیلی بیکاره. بیا تا هم با ما بگو I love you، دوست داریم خیلی شهر آرزو. بیا تا هم با ما بگو I love you، I love you، دوست داریم شهر آرزو. آهای عجوزه، کجای یفریت عوضه داره خراش میش میشه؟ قدم دیگه جلو تر بیای بیچارت میکنم موشک. جلوی شوهرتو بگیر خاله، خطرناکه. این دفعه دیگه با اون افیته چه نقشه کشیدی؟ آقا موشه تو رو خدا نرو. من از کسی نمیترسم. خسته شدم از بس با چشام دیدم آهای بیچاره رو از چنگ پدر مادراشون در میارین و اسیرشون میکنین. اما این آقای چی میگه؟ اما اصلا خودتون رو ناراحت نکن، اینو یه مش آدم حسودن که چش ندارن موفقیت آهای خوشگلی مثل تو رو ببینن. به شما چه ربطی داره آقا؟ مگه شما وکیل وصی منی؟ حالا اون دهن گندتو ببند گورتم گم کن موشک. آقا موشه افریت منو از کجا این آقا موشه داره به من نزدیک میشه؟ من امروز دوبار از این انگشتر استفاده کردم. خاک بر سر. گفتم که این کارو نه. حتما خاله سوسکه. اگه افریت بیاد چی؟ حتما الان سر کلش پیدا میشه. بیچاره آقا موشه. ببخشید سرت داد زدم. خودت که میدونی اینا چقدر نامرده. با اینا در نیفتین آقا موشه. والله ور میفتین. جلوی شوهرتو بگیر. ممکنه دیگه نبینیش خاله سوسکه. چی؟ اینجا نفس میکشه؟ افی افی مگه نگفتم دوباره ازش استفاده کن ابله؟ خوشتیف نمیشدی میموردی؟ مجبور بودم میفهمی؟ حالا تا دیر نشده این آهوی قشنگ ما رو ببر به قلعه ها؟ عزیزم بیا بریم یه جای قشنگ استراحت کن، خستگی در بره. بریم. برم امو. ام افریت خودی از خودمونه برو. بریم عزیزم بریم بریم. خودمون اون عجب تابلو فرش بافته این آهوه. یه مشتری برش. من دارم میمیرم، تو داری از تابلو فرش حرف میزنی؟ بلد شد آیا جوزه. وقتی خاله سوسکه رو از شهر و دیارش جدا کردی و به اسارت رو بردیش اینجا، به دادش رسیدم و یه بار شکسته دادم. چند سال نه از تو خبری بود نه از اون افریته. مطمئن باش دوباره شکسته دیدم. کور خوندی یا خاموشه، این نفع میکشمت. برو عزیزم. به کارتون برسیم. ببرینش. جات راحت عزیزم، اگه گرسنت شد از غذای نصفه این دختره بخور. بشی بسالم.
بابا سالار، بابا سالار کجا؟ بابای کجایی برگرد؟ دلم برات تنگ شده بابا سالار، دلم برات تنگ شده. گریه نکن، فایده ای نداره، عادت میکنی. منم اولش همینطوری بودم. اگه زیاد گریه کنی این دزنه تو استوانه، خفه میشی. خال خالی، فردا تکلیف تو روشن میکنم، خودتو آماده کن. خانم، همه افریت تو رو خدا، تو لیاقت اینجا موندن رو نداری عزیز دل من. همه افریت تو رو خدا بذاری من برم. عزیزم تو تازه اومدی، من میدونم سخته، ولی 2 سال که اینجا بمونی عادت میکنی، همه چیز از سرت میپره. 2 سال؟ اما حدوده گفت فقط 3 روز. آروم باش عزیزم، تو آهوی پیشونی سفید خودمی. اگه تو به من قول بدی که خسته نشی و خوب کار کنی و قرقر نکنی، منم به تو قول میدم که دوست داشته باشم، باهات خوب باشم، وگرنه میری جایی که خال خالی قراره بره. روبی بغدی، تو ما رو اردن اینجا برای بازداشت؟ پنپا، منتظریم سبزه بیارن گره بزنیم برای 13 بدر. 13 بدر که هنوز نرسیده. سلام، حالتون چطوره؟ چون مدرکی ازتون ندارم، فعلا به طور موقت آزادید. قربون اون شکم قلمبه تو، اون شکم قلمبه انقدر برازنده خرسی مثل شماست. شکم قلمبه برازنده خرسه؟ پنپا، برازنده ملخه. قربان، هر کمکی از دست ما ساخته است بفرمایید انجام بدیم. چه کمکی؟ ما میتونیم مثلا آهوی پیشونی سفیدو پیداش کنیم و تحویل شما بدیم. نه بابا، مگه قرار نبود اونو تحویل عجوزه بدیم؟ ما میتونیم عجوزه رو پیداش کنیم و تحویل شما بدیم. هر وقت ازش خبردار شدید به من یا پدرش اطلاع بدید. پدر عجوزه رو؟ فهمیدم چی میگه. چشم، حالتون خوبه دیگه؟ پیشونی سفید به چه درد میخوره؟ آشپزی افی، پنج و شصت نفری ما، غذات کم نیاد. من نمیتونم، اصلا یه نفری نمیشه. عزیزم نرسیده داری قر میزنی؟ اگه امشب غذات خوشمزه نشه به سرنوشت آهو دست درازه دوچار میشی. خوشگل من، دست به جنبون دیر شد. آهو دست درازه کیه؟ آشپز قبلی، الان تو استوانه است. اینجا هر کی خیلی خوب و بیگناه باشه میره تو استوانه. آخه چرا؟ شیره تنشو میبرم واسه اختاپوس. یالا آهوی پیشونی سفید، پیشونی سفید، صبر کن سالار، صبر کن. از اینجا به بعد حوزه استفاضی من نیست. برگرد، از اولش هم بی خود اومدی، فایده نداره. دزدیدنش، اگه به حرفای او گوش کرده بودی که گفته بود عجوزه رو پشت پنجره دیده، به این مشکل بر نمیخوردی. نمیخواد به من یاد بدی که چی کار باید بکنم. تو با دخترت خوب تا نکردی. تو اومدی وظیفه تو انجام بدی یا منو محکوم بکنی؟ وظیفه من؟ وظیفه تو امنیت جنگله، یعنی پیدا کردن دختر من. دخترت از دست تو فرار کرده.
آخه مگه من چی کار کردم؟ از بچگی بزرگت کردم، هم پدرت بودم هم مادرت بودم، الان باید بذاری بری؟ تاریه همچین سفره اینجا نداشتیم. حالا خوشمزه هم شده؟ نمیدونم. وای به حالت اگه بد شده باشه. حالا چی کار کرده پدر سوخته؟ برگردی دیگه باهات بد رفتاری نمی کنم. آهوی پیشونی سفید شدم خسته و نامی، بگو کجایی دخترم، دلتنگتم تاج سرم، از من جدا شدی بابا. چه بی وفا شدی بابا، خسته شدم از این سفر، بابا بیا منو ببر. بالاخره آوردنش، اسیرش کردم. اگر افریته و عجوزه بفهمن اساره همین آهو ضامن جاودانگی عمر اربابشون، اختاپوسه، حتما میندازنش توی استواره، شیره تنشو میگیرن. این همون آهویه که بهت گفتم، پیشونی سفید. نجاتش بده، نجاتش بده. قضا آنچنان فریادی زد که مجبور شدم با شلاق سیاه و کبودش بکنم، ولی کور نشده. چه قضاش خوشمزه بود، چه تهدیگی خوردم من. افه میشه بازم اون انگوشه رو من بدی؟ نه خیلی نمیشه. تو توی یه روز سه بار ازش استفاده کردی. این ما میشن از دوبار استفاده نمی کنم. خیلی را دیگه کسی جگر بزنی برگم شو. افه گیاه رویده از جمجمه هر آهوی بیگناهی داروی نابودی اونهاست.
سلام. شما کی هستی؟ آقا موشه. آهان تو بازار. تو رو خدا منو از اینجا نجات بدی. خوب گوش کن، میخوام بدونم چه کاری بهت محول شده. آشپزی میکنم، شب تا صبح خسته شد. خیلی خوب، اگه میخوای نجات پیدا کنی فقط باید به حرفای من گوش بدی و کاری که بهت میگم انجام بدی. آقا موشه، خودم صداشو شنیدم، میگفت نجاتت میدم. عزیز دلم، از این به بعد تو مأمور مخصوص عمه جون هستی. خب آقا موشه دیگه چی گفت جان دل؟ مگه کرایه خر چقدر میشد که ما رو داری پیاده میکشونی؟ عزیز من، یونجه ها رو سهمیه بندی کردن، خرا فقط در بس کار میکنن. تو محله ما که یونجه ارزونه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، هرچی گشتیم آهو رو پیدا نکردیم. اینو که خودش میدونه ابله، گفت آهو پیش خودشونه. قربان، ما خطر کردیم، با پلیس در افتادیم، از دست پلیس فرار کردیم. چی میگی؟ پلیس که خودش ما رو آزاد کرد. قربان ببخشید، این قرارداد ما چی میشه؟ اون آقا موشه رو برای من زیر نظر بگیرین، شاید یه فکری براتون بکنم. یه فکری؟ چطور بگردیم همون آهوی پیشونی سفید رو براتون پیدا کنیم؟ خجالت آوره. من به شماها پول میدم تا اون چشمای بابا قوریتون رو باز کنید و نگهبانی بدید. خب شما کنید. نمیخوام چیزی بشنوم. اون موش موزی دوباره به اینجا برمیگرده، واسش تله بذارید. من اونو زنده میخوام. اگه نتونستی با تیر بزنیدش. اینا کیان؟ چند تا آهو مثل من و تو. اون چه زاغوله است. از همه آهوها بهتر بود. میخواست فرار کنه؟ یکی بهش کمک کرده بود. کی؟ آقا موشه. تو آقا موشه رو دیدی؟ من هیچ وقت ندیدمش. صداش هم نشنیدی. اون روزو میگم. کدوم روز؟ همون روز دیگه که اومده بود چش زاغوله رو نجات بده. من خواب بودم. اونا حرف عمه جان افریتشون رو گوش ندادن. اون چیه؟ اصاره آهوهای مرده است. الو الو، ابله بی سیمه. الو الو، آش میخوری یا چلو؟ اینجا رو با من کارگار رو با هم سر حال رو براهم. یه گرگ باهوشم من، منم یه کارگاهم. به این میگن گرگ گریز. حال کردی؟ خسته نباشید استاد، گند زدید بازم. قابل نداشت روبی جون. آها بیا فرزی و تیز و چالاک، هر دو نه ترس و بیبا. دنبال چه میگردی؟ یه مجرم خطرناک. مجرم کجا؟ اون گوشه. همون دارو فروشه؟ اسمش چیه؟ نمیگی؟ نه نمیگیم که موشه. ابله ما کارمون مخفیه، مخفی میدونی چیه؟ یواشکی درسته؟ تو فهمیدی، عالیه.
تا میشه چشمو وا کن به هر طرف نگاه کن، تو که حست عالیه، ای بابا بوی چیه؟ یه بوی گند و تازه، اما به من میسازه. نکنه زیادی خوردی کاراگاه قرازه. اوناهاش بابا راچوفسکو، اوف 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 چه بد بو، به 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 چه خوشبو. خدا لبو داغه، لبو بدم مرهم سینه لبو. آروم، حواسم هست، خیلی آهسته، برو من هواتو دارم. ای گرگ تند و تیزم، تابلو نشی عزیزم، باشه. یه وقت ما رو نبینه که موش ما رو نبینه. ای من فکتو خون سردی تو حفظ کن. حفظه سر جاشه، شما برو بودو بیا دیگه. خیلی خوب بابا، اومدم دیگه. تابلو شدم عزیزم، ای خاک تو سرت بریزم. حالتون چطوره؟ سه تا بطری شکسته داشتی، میشه سه سکه میبالا. ازت میخوام با لذت و اشتیاق براشون کار کنی. نگهبان، نگهبان، میخوام هم افریت حرف بزنم. بردو بیار، بجنبین بجنبین، مشتری یمنی منتظرن. خوبه، خیلی خوبه، اینم بده قابش بگیرم. بیار ببینم. به اون عربه بگو اگه آهوی فراری میخواد ما چند تا برای فروش داریم، بهش بدیم ببره. زود باش، اینا رو هم حاضر کن. زود باشین، یالا یالا بجنبی بجنبی. عمه فریته عزیزم، من اشتباه کردم، من که مطمئنم نمیتونم از اینجا برم، پس چرا به این بعد بگذره؟ آفرین، عاقلانه است. حالا میخوای چیکار کنی؟ هر کاری شما بگی. آشپزی توی این مدت کسی دیدنت نیومد؟ دیدن من؟ نه، کسی نیومد. پشت پنجره جای چیزی کسی رو ندیدی؟ نه مفریده، اصلا دیدن من کسی نیومد. باور میکنم عزیزم، باور میکنم. خب برو کارتو شروع کن که از همین حالا گشنم شده. چشم. میخوای بری برو، ولی چاره‌ای نداره، باید نجاتش بده. اگه گیر بیفتی چی؟ اگه اتفاقی برام بیفته اون وقت چی کار میکنی؟ صبوری باش. ساکت ساکت، ببن حلقو. آقا داره میاد، ساکت. سلام بچه. سلام علیکم. سلام، حالتون چطوره؟ ما داشتیم اینجا استراحت میکردیم، هتل جا نداشت. سلام منو به عجوزه برسونی. چشم، میرسونی. ما که عجوزه رو نمیبینیم که. میبینیمش که چه؟ میبینیم، ببن دهنتو. پس من سلام شما رو بهش میرسونم. قربان شما، سلامت باشی. یه خبر بده، داره میره اونجا. الان قربان، فکر کنم داره میاد. شما رو که ندید. نه قربان، عملیات کاملا مخفی انجام شد. بهتون سلام هم رسوند. موش به من سلام رسوند. نه قربان، خواب بوده، داره هزیون میگه، شما دستور بفرمایید. پشت سرش برید، اما با احتیاط، مفهومه؟ برای چی نشستی؟ نمیشه باقی عملیاتو بندازیم برای فردا؟ نه بابا، پولشو را بیا ببینم. بیا دیگه. کمک، بیا کمکم کن خر. ها، بیا منو نجات بده. روبی، بغده تو ممکنه یه تله باشه؟ بنابا، به عنوان حیوان برگزیده جنگل انتخابم کردن. مرد، خوشم اومد، خوب کار کرد. بهتون تبریک میگم آقا گرگه، شما واقعا کارگاهی باوشی هستی. لطف داری، مراقب خودتون باشی. آقا موشه جون، مادرت بیا منو نجات بده.
مادرم که عمرشو داد به شما. خدا رحمتش کنه. ولی خب اینم کار من نیست، بلد نیستم. متاسفم. خداحافظ. خداحافظ. آقا موشه، غلط کردم. یالا منو نجات بده. آقا موشه با اون هوشش نمیتونه تو رو نجات بده. من بتونم؟ یه چاقوی چیزی پیدا کن منو نجات بده، اینا رو ببر. لشخور؟ لشخور اونجا چه خبره موقعیت؟ چی میگه این؟ لشخور ماهی میمونه؟ لشخور تایی دیگه؟ لاشخور خودتی، بی ادب بی تربیت، لاشخور پدرته. بلند شو بیا اینجا اون بیسیمو بده، من لاشخور اسم رمز ماست. قربان به گوشم. لاشخور اونجا چه خبره موقعیت؟ قربان ما درست پشت سرشیم، کلی تناب رو دوششه. آفرین آفرین، مراقبش باشین. باشه داره کم کم به قلعه نزدیک میشه. من زنده میخوامش. افتاد روبی، اینا کیو زنده میخوام؟ داری دیوونم میکنی. از کلاق بلاشکار، چه خبر؟ کجا رسیده؟ قربان به گوشم، ما سوژه مورد نظر رو زیر نظر داریم، احتمالا هنوز نرسیده. احتمالا یعنی چی افله؟ آخه قربان، ما نمیخوایم بهش نزدیک بشیم، میترسیم، یعنی میترسیم ما رو ببینه. خوشم میاد ازت، من بهت افتخار میکنم، خیلی واردی ها. برو یه چاقو گیر بیار منو نجاتم بده. یه بار دیگه بگو چی گیر بیارم. چاقو. برو بچه دماغو. اگه بیام بیرون خودم میکشمت. حالا چشم، فقط تیر اندازی نکن. جان افی گرفتیمش. نه واو، بسه. همین الان نگهبانای قلعه افریته دشمن منو دستگیر کردن. آهوی پیشونی سفید خوب اونو میشناسه، درست میگم دخترم؟ یه کاری بکن دوباره برات گردونن تو سیاه چال، سر میز نهار علکی داد بزن. من دیگه آشپزی نمی کنم. آفرین دخترم، پس به حرف من گوش دادی. سلام کارگاه، دیدی چجوری نجاتت دادم؟ غذات خوشمزه بود، اما خودت بدمزه ای دختر. ولی بیگناه و مهربونی اسارت به درد میخوره. یه استوانه براش خالی کن عجوز بجوز. ببریدش. برای یه خال خالی گوگولی مگولی خودم دست بزنید. اون بود که تونست ما رو از این خطر با خبر کنه. من نمیدونی
چقدر خوشحالم که تو رو تو این وضعیت میبینم. آرزون بود موسی، اون استفانه خالی رو میبینی؟ اون مال توه. گفتی ها میزنیدش خدایا، مواظبش باش. دل منو نشکن. میخواستی با آقا موشه بپری و بری. تو اون استوانه ها رو ندیدی؟ چرا، دیدم. منو ببخشیدم مفریته. آخه من تنهایی که نمیتونستم این همه غذا رو درست کنم. خسته شده بودم. حالا یه فرصت دیگه بهم بدین؟ چون دختر خوبی هستی یه فرصت دیگه بهت میدم. از این به بعد خالخالی کمکت میکنه، همیشه پیشته. خالخالی مواظبش باش. چیزی میبینی گرگی؟ نه روبی، ظلمات ظلماته. دیدم. الو چیه بی سیمه؟ از لاشخور به کلاغ. کلاغ بگوشم. قربان، داری میبینی بهش؟ کیو؟ سوژه مورد نظر دیگه قربان. آقا موشه؟ شما دوتا دلبکای خیلی باحالی هستی. در اولین فرصت خودم چشاتون از حدقه در میارم. تمام قربان، من دنیا همو تو سخره. نگاه کن تو چشم خستر من گرگم و تو بر. تو چی داری این تو میبینی؟ نگهبان در قلعه رو. یعنی آقا موشه رو نمیبینی؟ نه. پس چیو گفتی دارم میبینم؟ تو گفتی چیزی میبینی؟ گفتم بله. نگفتی کیو میبینی که؟ واقعا تو ابله و احمقی. حرف دهنتو بفهم تو این نکنه. تو چیه؟ شما توی گرگی و من بره، دنیایی و من سفره. نگاه کن، سپردمش به تو. تو اون شهر هیچ کس بهت کمک نمی کنه سارا. عجوز مجوز، باز دوباره سر جای من خوابیدی؟ پاشو. امه جان، پیشونی سفید میگه میخوام ترش تره درست کنم. اخ جون، ترش تره. خسته نباشی عزیزم. سلام امه مهربونم. مرسی. عجوز مجوز میگه این غذایی که میگه خیلی خوشمزه است. اسمش چی بود؟ ترش تره. همیشه بابا سلام توضیح نمیخواد، میخورم. امه فریته، من برای چیدن گیاه ترشه تره باید برم بیرون، یعنی پشت در قلعه. این چه گیاهی که همینجا بیرون قلعه بوده من تا حالا ندیدم؟ حتما دیدی. من به همه گیاه صحرا غذا درست میکنم. تو و خالخالی با دوتا نگهبان فقط 5 تره. چشم امه جان. چشم تو بیبلا خوشبن گلیه من. خوابی؟ نه. اشه خورخور میکنی؟ خورخور نمیکنم، دماغم صدا میده. اگه آقا موشه رو پیدا نکنیم بدبختی. آره، ولی فکر کنم رفته مغازه، چون جمعه نیست ستیل باشه که. چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ از لاشخور به کلاب. اگه یه بار دیگه با من تماس بگیرین میکشم اتون. بله، جادوش عجوز مجوز، چرا کپیدی؟ فوش باش، جشن خودت آماده کن دیگه. افی، چه جشنی بشه؟ آگ،
یه بسته سبزه میندازمش زیر پنجره سیاه‌چال بیرون قلعه میری ورش میداری. الان اگه بهت بدم اینا پیداش میکنم. من نمیتونم آقا موشه، نمیتونم. میتونی، خدا کمکت میکنه. اون کمکم نمیکنه، من دوستش ندارم. ولی اون تو رو دوست داره. باش حرف بزن، کمکت میکنه، من مطمئنم. تو رو خدا بذارین یه ذره دیگه بچینم. اگه معطل کنی حتما میکشنت پیشونی سفید. آقا خانم سلام آقا، من و دوستم کارآگاه هستیم، میخواستم ببینم شما آقا موشه رو ندیدین؟ سر تخته بشورنتون، مغازش که اینجا نیست. بله، ولی مغازش بسته است، شما ندیدینش؟ میگی آبا کشمت! مجبور بودی حرف بزنی؟ حال کردی چجوری؟ تهدیدش کردم. کجا میری؟ میخوام برم دوباره تهدیدش کنم. کجا میری؟ چطوری دخترم؟ من میخوام امشب ترشی ترت انقدر خوشمزه شده باشه که همه تو جشن شگفت زده بشن. جشن؟ ما امشب میخوایم آقا موشه رو بندازیم تو استوانه. اشکاری واسه هم نمی کنی. موش موشک من، چقدر کیف داره وقتی داری این تو خفه میشی. آهوهای عزیز خودم، امروز به مناسبت این جشن کمترم کار می کنی. خیلی خوب، لباسه رو بده، لباسه رو بده. میخوام لباس های خوشگلتون رو بپوشید، هر چقدر دلتون میخواد شادی کنید. این جشن با تمام جشنهای دیگه‌مون فرق میکنه. همه جا رو دادم آذین بستن، کمکاری نکنید که دست سوخته ها. خوشگله به هم میاد؟ بزن قراره یکی رو بندازن تو استوان. من میخوام امشب از اون انگشتره استفاده کنم. میشه؟ نه بیا. آی افریت، دشمن تو چنگمونه دیگه، خطری نداره. بخندین و بخندین، بخندین چشماتونو نبندین، چشماتونو نبندین. خوشگلم و سرنگم، عجوز عجوز عجوزه، با دشمنم میچنگم. چشم چشم دو ابرو، مخلص هرچی آهو، با انگشتر جادو ببین چه میکنه. عجوز مجوز لباسو بدو.
دل شهر ما همینه، قشنگترین روی زمینه، هر که میبینم و دلش میلرزه، عجوز مجوزم و خیلی میارزه. اختم گوش بر بله نفل جادوز، عجوز مجوز همه میگن سر بله ما عجوز صدای شیپوراتونو شهر افریته شنیده. تا وقتی که این آب از دهن و دماغ آقا موشه بیاد بالا میتونه زنده باشه. نفسای آخرتو بکش موشه. یه هدیه برات دارم. اصلا حوصله‌تو ندارم. مگه اینا نمیخواستی؟ هر کاری میخوای بکنی زودتر. ببینه شهر آرزو هم اینجاست؟ اینجا شهر افریته است. ببینه این کوله مال خودته؟ نه خیر، مال خودمه. پیشونی سفید بجون بپوشش. زردا مال آهو و سبزا مال بقیه. باشه حواسم جمع. خالخالی ممنون. آی خدا، معلم باز چی وایسادیم اینجا؟ خب ابله وایسادیم آقا موشه بیاد بگیریمش دیگه. ها من میگم باز چی وایسادیم اینجا؟
ببخشید خونه ی عجوزه کجاست؟ عجوزه بلد نیستم. اکی الو الو ابله بیسیمه ها ببینم این عجوزه کجاست؟ یعنی هیچ کس جای عجوزه رو بلد نیست؟ من جاشو نشونتون میدم. سپردم به خودت، هر جور خودت صلاح میدونی. همه سر میز شام. حالا از لاشخور به کلاغ چرا جواب نمیدی لعنتی؟ فوش نده، انگشتر داره. عزیزم بنار، از لاشخور به کلاغ، از لاشخور به کلاغ. قربان سالار، سالار تو بازار بود، داره با خاله سوسکه میاد اونجا. سالار؟ من بازم میخوام. چش چقدر خوشمزه بود، دیگه داره خوابم میگیره. اینا چشون شده؟ نمیدونم. این دارو همه شون رو خواب میکنه، همه دشمنات کوچولو میشن، کوچیک میشن. خود جشن رو ادامه بده. کفشو رو بزنیم. رمزش چیه؟ من چه بدونم، رمزش فقط دست عجوزه و افریت هست. آقا موشه نجاتت میدن. خب آبو چجوری میشه؟ بس از تو موتور خونه من کلیدش دست عجوزه است. خدا چیکار کنم؟ اگه 3 ساعت بیشتر وقت نمونده باشه پس من از اینجا میرم، چون باید انقدر از اینجا دور شده باشیم که دست عجوزه به ما نرسه. راست میگه. کجا میرید بیمعرفتا؟ همه نقشه ها رو آقا موشه کشیده، باید نجاتش بدیم. ما رو ببخش پیشین سفید. یه بریم خال خالی، دیر شد. من تا اینجا کمکت کردم اما بیشتر از این از من نخواه. خال خالی تو تنهام نذار. تو تنها نیستی آخون، خدا با توست. نیست، ایو بود کمکم میکرد. یه کاری از دست تو بر نمیاد، بهتر زودتر بریم. پس شما چی؟ آسه خدا اینجوری بوده. برو الان عجوزه میاد، برو. من نمیتونم شما رو تنها بذارم. نمیتونم شما رو تنها بذارم. حرف منو گوش کن، تو باید بری. خدا خراب کردی افریته ی عزیزم، نتونستی دستور من اربابت اکتاپوس را اجرا کنی، دیگه همیشه پیر میمونی تا عمرت سر بیاد. لعنتی
خوب شد که کم خوردم، مگر نه منم این اینو میشدم. گند زدی عجوزه. خواهش میکنم فقط یه دفعه یه دیگه کمکم کن عزیز. کمکت کنه، لیاقتشو داری؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا فکر میکنی همه چیزو من باید بدونم؟ همه چیزو من باید بهت بگم؟ نه که تا الان هم همه چیزو تو میدونستی و همه چیزو تو بهم گفتی؟ تو گرگی؟ پر نه پر، گنگیشکم؟ گنگیشک گیشک قربان ما الان چی کار کنیم؟ باید آقا موشه رو گیر بیاریم بدیم تحویلش دیگه، میدونی؟ این آقا موشه این نابکار قیافش شبیه من کرده و داره فرار میکنه، مفهومه؟ مفهومه قربان، صداتون یه مقدار عوض نشده؟ ابله اون انگشتر منو دزدیده، صدا که هیچی، قیافه هم عوض کرده، مفهومه؟ مفهومه قربان. حالا ما چی کار کنیم؟ هیچی، زودتر بگیرینش، اون انگشتر منم سر به نیست کنین. او وقت شما چی کار میکنی؟ سه بار از انگشتر استفاده کرده، دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد، بجنبی تمام. چشم قربان، حتما اقدام میکنیم. چشم چشم، خیلی مخلصیم. آقا موشه من بیشتر، من اشتباه کردم، من بیشتر دیگه تکرار نمیکنم، من بیشتر، من هیچ کسو به اندازه تو دوست ندارم بابا، من بیشتر میخوام همیشه پیشم بمونی، من بیشتر دوست دارم، من بیشتر، من بیشتر، من بیشتر دوست دارم، من بیشتر، من بیشتر، من بیشتر دوست دارم، I love you دوست دارم، روبی روبی جون گرگی چونم، من بیشتر، I very 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 من بیشتر، چاکرتم، من بیشتر، حالا نوکرتم، من بیشتر دیگه بسه، من بیشتر، خیلی نفهمی، من بیشتر، میگم نخو، من بیشتر، به بابا ببن حلقتو، بیشتر تو گرگی، مادر تو دیدی؟ بله، بالاخره این قصه ما هم مثل همه قصه ها به خوبی و خوشی تمام شد. بله، چی شد؟ باز داد سرم کشیدی؟ خوب بکنم، باباتم، من عاشق صداتم، امروز نرو میترسم، یه چیز ازت بپرسم، بپرس دردت به جونم، میخوای پیشت بمونم، میخوام پیشم بمونی، برام آواز بخونی، برات آواز میخونم، بابای مهربونم، مگه چیه؟ آواز باسم نون میشه، آواز آب و دون میشه، آواز بخونا برخص، از هیچ چیزی هم نترس. ای بابا، بازم روز از نو، روزی از نو، اما خودمونی ما، پرونده شهر آرزوها بسته شد.
که میبینید شهر آرس یه شهر قشنگ. این هولوز اسم رئیسمون عجوز مجوزه. لباسش هر بگی مود تا به روزه. از پاریس لس آنجلس آنتالیا همه جا هم میشم یان تو شهر ما. شما بیاید با ما شهر آرسو مثل هولو بپرید توی گلو.